زیبایی ها توجه را جلب می کند، ولی شخصیت خوب قلب ها را تسخیر می کند. و چه خوب است که شخصیت خوب و نیک داشته باشیم. سلام و هزاران سلام خدمت تمامی شما خوبانی که برنامه گپ نو برنامه خودتان رو بیننده هستین. آرزوی سعادتمندی تان دارم. خیلی خرسند هستم که در برنامه باز هم حبیب ناظم با جمع از همکاراش خدمت شما از رست و برنامه را تقدیمتان میکنه. در این ساعت از نو هم گذشت دیگه اینه در خدمت شما قرار داریم. و باز هم در آغاز برنامه، در این برنامه خواستیم بخشای متفاوت را داشته باشیم. این که چی متفاوت در این برنامه خواهد بود در ادامه برنامه خواهد فهمیدین. ولی نصرت جان قرار است بیاید و خبر خوش تقدیم ما بکنه. سلام سلام نصرت جان، وقتت بخیر، خوب است ان شاء الله، صحتمند بخیر. صحتمند بخیر باشی. چرا تو عجز میگی؟ این حال وقتی که تو عجزانه میگی من مجبور هستم گپ میزنم. باز میگی که ولی اینو مرا گفتی، باز مدیر ترم قار میشم. من زیر تاثیرت میگم. نه خوش میکنم این رنگه که گل سرشوی رو سایکو این بروزک کردیم سایکو کرسی ایره ما ایره سرزی پوز ما یک نام ماندهیم ایره بلوز جنگلی میگم. خب وقتی که معلوم نیست که لوگوی چیست دمی آخواست برنامه که آمدی چی میگن؟ باشه یک دقیقه. آه یک دقیقه بیا تو بیگرمی لانگه کت کن. صحیح؟ صحیح. خب اینا لایک سلام علیکم کنم حتما سلامونه اونه که هیله هیله چه جور رو خوشحال آباده واسه خوشحالی مغارو بس هر چیری واسه الله پاک پا امان که واسه او جون بوله خوشحالی نرک واسه. بله خب خبر خوش چی هست نصرت عزیز؟ نازم جان پول یک پیسگیر تامن دیدی؟ بله بله بله. اول نمیگم که شنیدیم دیدیم بخاطر که از خودت خود روزانه مسیرت هست. پول یک پیسگیر نزدیک مرادخانی که هست همین قسمت. بله بله. روزانه تقریبا مسیرت هست همین پول دوباره بازسازی میکنن که با مساحت تقریبا 45 متر درازیش هست و 2.75 متر هم همین چی میگن؟ خب امیش دیگه ارزش که پل دوباره بازسازی میشه و یکی از پل‌های سابقه در کابل است. بله بله سابقه در کابل است و مطمئنا دوستا خیلی خاطرات داره و از پل یک پیسگی یکی از پل‌های مشهور کابل است. مشهور خیلی مهم و همکار ما حفیظ جان امیری رفته از یک گزارش بسیار مقبولم ساخته. آها پس چند تصویر از این پل را می‌بینیم و برمیگردیم در ادامه برنامه با شما عزیز هستیم و هنوزم بخشای خیلی خوب باقی است و تقدیم شما خواهد کردیم. فعلا همین خبرک خوش و هم در مورد کابل زیبا و پل یک پایسگی را ببینیم. اگر ما در مورد پل یک پایسگی بر شما بگویم، پل یک پایسگی یک زمانی که به خاطر اونمو عقل و بور و سابق و یک پیسک میگرفتن یک کسی از این طرف پل او طرف تیر میشد، از اون طرف پل به این طرف، یعنی صاحب مرادخانی را به باغ علی مردان وصل میکنه یا باغ علی مردان به صاحب پل مرادخانی وصل میسازه. این پل برمیگرده به 2-3 قرن قبل، اما بعد از یک مدت خیلی طولانی که من گزارش های هم داشتم در قسمت پل یک پیسگی که در اینجا پل تخریب شده بود بر اثر سیلاب های زیاد که آمد و رفت، پل بسیار به یک وضعیت ناخوب بود و فعلا تصمیم گرفته شده که پل یک پیسگی را بعد از چندین سال بازسازی بکنه. بیاییم که بریم. فعلا هم همینجا همه قسمه که میبینین اینی یک قسمت پل است که تخریب کردن و اونمو سنگا و چیزهایی که از پل مخروبه آوردن در این قسمت انداختنش و اون قسمت هم فعلا را جور کردن که از اونجا بعدا خود ما و شما رفتیم در این قسمت کار جریان داره. السلام علیکم. کاکایم جور هستی؟ بخیر هستی؟ سیادت خوب است؟ السلام. شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خیرتی است؟ شکر آرام باشه باش کس نمانه. خیرتی است؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ کاکای گل شما خوب هستین؟ فامیلا دوستا کلاگ خوب هست؟ آرام باشین تشکر. یک معرفی خوب بکنین خدا. بفرمایید انجینیر رو باید لاستم کارمند شهروالی کابل مسئول اعظمی پروژه بازسازی و ترمیم پل یک پایسگی. پل یک پایسگی پروژه خب پروژه
شخصی نیست که مثل به بعض جاها را به پروژه شخصی می تایید خود شهرواله کار میکنه. بله از بودجه خود شهرواله کار میشه و خود پرسنل شهروالهش تمامشون پرسنل شهرواله است، کارگر از کارمند از دریور از کلش پرسنل ریاست حفظ مراقبت کار شهرواله کابل است. تشکر. بیا هم په خیر او ګرځیدې غپنه خو پرونه ده په خبرونه کې مونږ تل هڅه کوو چې داسې د خوشحالي خبرونه البته د هیلو خبرونه تاسو ته راوړو چې تاسو هم له افغانستان ناراضه ونه اوسئ او کوم کسان چې له افغانستان بهر تللي دي هغوی هم بیرته په ذهن کې ولویږي چې بیرته راشي افغانستان کې ژوند وکړي، ځکه چې افغانستان مخ په پیاوړیتوب مخ په پرمختګ روان دی. دقیقا. و با امید پیروزی کشور ما، با امید موفقیت کشور ما و جوانا و نوجوانا و همه عزیزایی که در این کشور در این مادر وطن زندگی میکنن. و ناظم جان اینو باید قبول کنیم، ما وقتی سابقم دیده بودم آل کس نگوین که ما طرفداری میکنیم یا طرف واقع میشیم، اما یک گپ صادقانه باید بگویم، یعنی باعث یک افغان که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنیم، یعنی بازسازی در افغانستان بسیار زیاد شروع شده. البته می سرکایی که خراب شده بود دوباره کلش بازسازی شد، ما همکار ما حفیظ جان امیری گزارشات زیاد داشته شهر کابل که بازسازی در کابل خصوصا در کابل بسیار زیاد شروع شده، سرکا ساخته میشه، یعنی جاده ها ساخته میشه، چارای ها ساخته میشه، همین خودش اگر ببینیم یک دید بسیار مثبت است به افغانستان. دقیقاً گپ خیلی بجا و دقیق گفتی. این برمیگرده برای خود ما و شما نصرت جان، شهرنشینی در یک شهر تنها این نیست که ما و شما بیاییم در یک جای زندگی بکنیم، عمر خود سپری بکنیم، پیر شویم و صاحب خانواده شویم، این نیست. خیلی مسئولیت ها داره. ما در قبال شهر که زندگی میکنیم، نیست یک شهروند خوب، خیلی مسئولیت ها داریم. در کنار از اینکه شهرواله یا شهرداری کابل و سایر ولایت زحمت میکشن، کار میکنن، ما و شما هم در حفظ و نگهداشت چارایی ها، سنگ فرش ها، همچنان نمادهای زیبایی که ساخته میشه مسئولیت خود داریم که نگهداریش بکنیم، درست و ازش محافظت بکنیم. در این لحظات برنامه از موضوع دور نریم، از موضوع برنامه. در برنامه گپ نو ما گفتیم که کسایی که گپ های جدید می داشته باشن، ما از کسایی که آنچه ساخته بودن، یعنی ساخته ها داشتن، دستاوردها داشتن، داشتیم. از بخش ورزش هم می خواهیم که در برنامه داشته باشیم. نصر جان، ماشاءالله خودت حرکت ها را چفر رفتی. من یک وقت بسیار خوب ورزشکار بود، کم کم یادم میاد بسیار گپ زمان های سابق است خوب ورزش میکردم. خب کل ورزشکار های افغانستان که سفر کنه دوستا، ایت یعنی ورزشکار و هم ورزشکار فتنس نباشه، نصرت اول است. ما در رقابت های نازم جان ما اینا بگیم تا خودت البته خود من خودت هم باید بگیم ما خودت در رقابت های اول دوم میشیم که در اونجا کس دیگه اشتراک نداشته باشه، خودمون باشیم. و در یکی از رقابت های بسیار نه ما شوخی از شوخی گذشته نه خوب هستیم، تو از زیاد کسا خوب هستیم، هنوزم احترام خراب نیست. یک همکار ما خودش جای میره خودش در کوتی سنگی خودش در کوتی سنگ شکمش دیمه زنگ میرسه. خب ما با اندام و این گپای کس کار نداریم، ولی هدفی است که باید ورزش هم بکنیم که تا صحتمند باشیم. به دلیل ما یکی از ورزشکارا را مهمان کردیم. از شوخی که بگذاریم، نصر جان واقعا پر دستاورد است، در یکی از رقابت ها خودش تنها اشتراک کرده بود، دوم شد. مهمان از رشته پرورش اندام. بله آقای عضلات، آقای عضلات، یعنی ما شناختمش. شناختیش؟ میخوایم داشته باشیم در استیدیو صحبت بکنیم چطور تونستن اینقدر خوب اندام بسازن، چطور تونستن، و قرار است یک سفر هم داشته باشه که روی سفرشون صحبت خواهد کردیم در ادامه برنامه. ادامه برنامه گپ نو، شما ایزا را به ادامه برنامه خوش آمدید میگم. خوش آمدید ایزا و قسمی که وعده کردم. باز هم مهمان داریم و مهمانم کسی است که نصر جان خوش آمدی، خودت همچنان به ادامه برنامه. تشکر نازم جان. خودت حرکت ها رو سرچپه رفتی؟ من پیش از آغاز این بخش برنامه استاد گفتم مایتم خود حرکت ها رو راسته رفتی، اندام جوش ما چپه رفتیم. یعنی ساختن اندام مناسب، ساختن اندام خوب یکی از رویاها است، یکی از چیزایی است که خیلی خوانش است و خیلی پرهزینه هم فکر میکنه باشه بعضا. به می دلیلم استاد را در برنامه داریم که اینا لقب آقای عضلات همچنان از آن خود کرده بودند. با گپ های خیلی جدید با پسرشان همچنان هستند که گیم هم خود داشتیم و صحبت ها را خود داشتیم. استاد خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان خوب تلویزیون آریانا، جهانی آریانا و سلام خدمت تمام دستندرکاران و دوستان شما. تشکر از اینکه ما رو به این برنامه دعوت بله، استاد علیرضا آسایی کسی است که پیشتر یادآوری کردم که لقب آقای عضلات، یعنی آقای عضلات یعنی هر قسمت بدنشان عضله است، یعنی هیچ چربی وجود نداره. استاد یک کمک دیگه وزن کم کردین، خیرتی خواست. یک مسابقات به امید از خدا پیش رو داریم، مسابقات خارجی است که کشور مالدیو جنوب شرق آسیا است که دو کاندید هستن. خب نصرت تصمیم داره که در این برنامه خود تا چلنج بده. امروز من یک آمادگی بوره یک شب حرکت امروز بر دیگه مهمان ها من وسایل گیم میابردم با خودت و با نازم جان، من فقط آمادگی خودم میگیرم، هیچ مشکل نداره. قبول داری؟ ما در خدمت هستیم. تو بوری اگر خوری که کاغوار نکنی خدا. استاد خودت تا چلنج میتم، نازم جان باز کیهان جان تا چلنج میتم. بارا که خدا کاغوار نه. او سردم نه نوشاله وقتی گرف کاری کرد. اما تو رسنه استاد. خب. از لقب آقای عضلات یادآوری کردیم، باش که در خاطر دوستا البته باز هم تازه شوه. در این مورد در مورد این لقب هم بگوین و بعدش صحبت ها را ادامه خواهد دادیم. سال پیش، یک سال پیش من در مسابقات ملی افغان پرورش اندام شرکت کردم و در اون مسابقه من لقب آقای عضلات پیشکسوتان را گرفتم و در وزن 90 کیلو در وزن خودم قهرمان تیم ملی شدم و طلا گرفتم و قبل از او هم مصر غرب کابل بودم که لقبش هنوز دارم و بهترین فیگوریست افغانستان هم لقب شدار. افتخار هستیم استاد، واقعا خیلی خرسند هستیم که شما رو در برنامه داریم و از باش که از پسرهایتان هم بگویم که اینام بدون دلیل در برنامه با ما نیستن، اینام ریکارد دارن، نه استاد؟ بله. در کدام بخش؟ کیهان در پلانک یک ساعت پلانک نگاه میکنه. یک ساعت ها؟ یک ساعت پلانک نگاه میکنه. کیهان؟ و فیگوریست خیلی خوبی هم هست و هر زمان که در مسابقات زون یا مثلا مسابقات ملی میشه افتخاری فیگور میره و اساتید و بزرگوارای فدراسیون هم لطف میکنن و هر حال همون سرتیفیکت و مدال برش میتن و یک خاطره برش میمونه. آها بسیار خوب. کیهان جان چطور هستی؟ خوب هستم. چطور میگذره تمرینات دیگه پا؟ خوب هستم. خوب میگذره؟ بله. کد برادرت چطور، صمیمیت داری خو انشاءالله؟ ها؟ خب بسیار خوب. استاد میگن ما پیشتر در برنامه هم در آغاز یادآوری کردم ساختن اندام خوب، ما هم کوشش میکنم، همکارام هم کوشش میکنن، ولی چون بنابر مصروفیت ها و برنامه ها و اینا، ولی تمرینات خود ادامه دادیم ولی نمیشه دیگه که به اندازه شما واقعا اونطور چون شما خلقو هستین، ولی همگی در رویای خود داره که همچی یک اندام داشته باشه. برای ساختن همچی یک اندام چقدر زحمت کشیدین؟ ماها را هر کس از بیرون میبینه میگه که خب یک چند روز کلاب رفته، وزن زده، پروتین خورده، دیگه خدمت شما شاید و اصلا بعض وقتا میگن آب پیچکاری زده، استفاده کرده دیگه، ولی از عمق مسئله هیچ کسی با خبر نیست. از این که تمرینات ما چقدر شدید است، از این که چقدر ما با روی پروگرام و برنامه ریزی پیش میریم در برنامه غذایی خودمون و ای که امی چقدر چیزها را، یعنی خوشیها را، شادیها را و خیلی لذتها را ما ازش محروم هست. مثلا ما باید بیخواب نباشیم، کوشش میکنیم که مثلا مهمانی ها را نریم. این خودش خوابم باید خواب خیلی رول مهمی داره در ریکوری بدن. بعد خدمت شما عرض شود که برنامه غذایی باید سر وقتش باشه. چی بخوری، با چه کیفیتی باشه و چه مقداری بخوری و تمرین هم به همه هازا و استفاده کردن مکمل هم باز به همه حالت. بسیار خوب. اینا چیزاییه که به هر حال نقش و رول اساسی داره برای یک ساختن یک بدن خوب. البته عشق و علاقه و دیسیپلین و پشتکار. بله، میتونه که سازنده باشه برای متعیق اندام مناسب. خیلی خوب استاد. حال شرایط قسم است که اکثر دوستا در خانه هستن، بخصوص خانم ها هم فعلا در خانه هستن و دوست دارن بدانن که ما چی چیزا چی غذاهایی رو مثلا نوزان بکنیم. من ایسی کسی که مربی ورزش هستیم،
چه چیزا غذا را نخوریم و چگونه ورزش ها را انجام بدیم. ورزش هایی که نسبتاً سبک باشه. حداقل روزانه ما از اینکه که جای به جای باشیم و حرکت داشته باشیم، تحرک فکر کنم مناسب باشه. استاد غذاهای روزمره ما فکر بکنم که مناسب نیست چیزی که ما میخوریم. مثلا برنج است که کوفته است که مثلا سبزی است و سبزی شاید خوبتر باشه. به این خاطر است که در سه وعده غذایی است و این سه وعده غذایی را با حجم زیاد میخورن و این که چی را با چی باید بخورن رعایت نمیشه. موقت و دیگه خدمت با ساده شما عرض شود که بغل از این در طول روز یک اصطلاحی در ورز بین ورزشکارا است که خورده خوری میشه، یعنی ریزخوری. یعنی میری یک پفک میخوری میگی برو یک پفک خوردی، هیچ مشکلی نیست. آها. در حالی که کالوری از اون اصلا حساب نمیکنی. یک دانه ککاو میخوری میگی که مثلا من ککاو خوردم، چیز زیاد نخوردم، یک ککاو خوردم. میری یک برگر میخوری، یک چیپس برگر خوردم، چیز زیاد نخوردم. یک برگر یک برگر. اولا تمامی کسایی که صدای ما را میشنوند و خواهان از این که یک بدن خوب داشته باشند، باید فرق بین غذای خوب و غذای بد رو بشناسند. غذای خوب ماشاءالله اینترنت و فضای مجازی در اختیار همه هست. دقیق. و چه بهتر که مثلا تحقیق بکنن و ببینن که می غذای خوب چیست؟ بله بله. غذای بد چیست؟ نوشیدنی خوب چیست؟ نوشیدنی بد چیست؟ حالا یک مثال من میگم به خاطر که یک مقدار روشن شود. فست فودا، چپس، سرخ کردنی ها، اینا غذاهایی هستن که جز غذاهای بد گفته میشن. آها. کالوری بیش از حد دارن و شخصی که این رو میخوره او کالوری رو مصرف نمیکنه. اونمو باعث میشه که چی در بدنشون؟ جذب شوه و باعث مشکلات چاق شدن، چربی خون، چرب شدن جگر، ناراحتی و مشکلات معده و از اینکه پاورشون شد. نوشیدنی، نوشابه های گازدار کلن، انرژی درینک ها، همین انرژی هایی که میخورن. بله بله. هم حالت اعتیاد به وجود میاره، هم پاک شدن از بدن وقتی شما یک کن از اون رو میخورید. حساب بکن که باید از این بوتلای او معدنی همین کلانایش که هست مثلا دو تا سه تا رو باید بخورید تا او بدنتون بتونه او رو پس تصفیه کنه. بله استاد. خب استاد واقعا گپ ها خیلی جالب است، ولی چون برنامه گپ نو است روی ورزش، روی موارد دیگه همیشه صحبت شده، خواستیم که شما رو در برنامه داشته باشیم. فکر بکنم که کدام دستاورد جدید هم هست، کدام سفر را پیش رو دارین، یک اشاره کردین، میشونم دقیق تر روی این مورد صحبت بکنین. باز اگه خاطر از شما باز ما بر دوستا قصه خواد کردم. خدمت شما عرض شده که بیاری حق از دو سال پیش که من مسابقات آقای عضلات پیش کسفتا نداشتم و قهرمانی 90 کیلو را اما از او وقت من رژیم من تا یک حد حدودی نگاه کرده بودم و تمرین داشتم برام از این مسابقات که در این مسابقات هم چند بار بازبینی شد، 3-4 بار بازبینی شد که ارزیابی آخرش همین پنجشنبه گذشته بود در مرکز فدراسیون زیر نظر سرتیر نر تیم ملی و تیم مسلکی فنی فدراسیون و خود رئیس باور هوتک و بقیه اساتید که تیم ملی را و تیمی که قرار است برن چکاپ کردن و دیدن و تا اینکه به هر حال ببینن کی بهترین است چطوره که شکر الحمدلله به یاری خداوند ما خود زحمت خدا کشته بودیم باز جزو سه بهترین تیم انتخاب شدیم و ان شاء الله به امید از خدا یک 15 روز بعد یا 13 روز بعد سفر ان شاء الله داریم. بسیار. در مسابقات مالدیو است و این مسابقات مالدیو قبلا یک مسابقه داشت مثل همینجا مثلا برای بزرگسالان ولی نیست و ما در وزن 85-90 شرکت میکنم. در وزن بسیار خوب، انشاءالله که پر از دستاورد مثل همیش دوباره بر بگردین. باش کاله کیهان جان هم دق نیاره. و کیهان جان با خودتان تمرین میکنه استاد؟ شما آموزش میدین برش؟ کیهان جان خودم راهنماییش میکنم، تمرین میکنم، هم رزمی تمرین میکنه، هم حرکت های فیتنس اینا رو تمرین میکنه.
یعنی کلا حرکت هایی که در کلاب با وسایل میرن آشنایی داره باشه. بسیار خوب. فیگورا هم بسیار خوب بلد است و مکتب میره و نمره اول مکتب هم اثر دیشه. بسیار خوب، ماشاءالله دیگه میگه تفلام تو با ذکاوت و باهوش میباشه. کیهان جان مرا چلنج داده، نصرت کیهان باز استاد گفته که ما نصرت واجی رقمی حرکت ها را برعکس داده استاد شکمش وان پک شده. وان پک شده. خب کیهان جان یک حرکت میری برامو ببینیم. حرکت چی؟ من نمیفهم نامش را، خود استاد برات بگه یک حرکت برو که ببینه از که یک قرار در مورد کیهان گفتیم باز بعدش مسئله چلنج هم ببینم چقدر تیار هستی که ما کرد تو چلنج بدو. یک دنم حرکت لگت تا بزن بعد یک چند تا فیگور رو برو مایکت نفت هم اقصد احتیاط کو هم باش این کمره همینجا جای بجای باش این کمره همینجا هست دارم میگیره تصویر تا به شک دیگه خواه اینه بی شک اینه کیهان جان ماشاءالله کل حرکت ها را فیگور ها را بلده به 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 باشته خواهر کیهان یک چک چک خواه برادر خورده کیهان چی نام داره استاد؟ آرمان اینا با چطور ورزش میکنه؟ اینا ورزش میکنن اینا هم تکواندو میرن و اینا بدن بسیار خوب فلکسیبیلیتی دارن خود سادشتاد باز میکنن ماشاءالله دیگه میگه هران که نداشت نشان از پدر چه به یگانه خانش نخانش پسر اما تو یک چیز هست که اشتباه نگفته باشه واقعا نشان از شما است و پرتلاش هستن و دیگه دیدین ماشاءالله کیهان جانم چه خوب حرکات را اجرا کرد برحال استاد ما فکر بکنم که دگان در مورد از این صحبت میکنیم دگان کلاس باز ورزش میری خودت تمرین میکنی در کنار از که ترینر هستی باز دگان تا رسالتش نمیه که چرا خودت قندام خود داری امیر باز باز از وقفه پرسان نکنی باشه اشکال نداره در خدمت هستی عزیز وقفه می داشته باشیم باز در مورد از که کیا اینقدر رسالت داره طبعا این گپا هست ما میخوایم هم یک اندام داشته باشم برمیگردی بعد از وقفه اما مسئله رقابت ها معلوم میشه و مسئله چلنج ها معلوم میشه نصرت هم بعد از نرمش و گرمش میگم بیایم اینجا دیگه که معلوم کنیم که چی گپ میشه وقفه می داشته باشیم دم حاضر برمیگردیم در ادامه برنامه ما را همراهی کنیم ادامه برنامه گپ نو شما اجازه خوش آمدید میگم ابی ناظم در خدمت شما با جمعی از همکارا استاد آسایی همچنان کیهان جانم که با ما هستند در مورد اسادت در ورزش جا داره استاد؟ بله اشکال نداره یعنی میکنن این گفت هست بین ورزشکار ها هم؟ من شخصا خودم به این عقیده هستم که حسادت باید یک رقابت سالم باشه رقابت سالم چه خوب؟ یک رقابت سالم باشه و این رقابت سالم خودش باعث پیشرفت نفر میشه پیشرفت دو طرف میشه ولی وقتی که مسئله تبدیل به حسادت بشه این تبدیل به حالت خودخوری دیگه براتون حالت مثلا روانی میشه برش که چرا فلانی رقم است چرا من نیستم چرا این میتونه چرا من نمیتونم و اینا باعث میشه که به هر حال باز کدورت ها پیش بیاید باز رفتارهای که دور از نزاکت باشه پیش بیاید این گپ خواه است اینه یکان جایی رفته باشین باز تو ماشاءالله یک فیگور رفته باشین باز بگه و علا کاش که ما استاد آسایی بارو میمشه و شما تو کدام خاطره خو نیز در ذهنتون خاطره خو زیاد است یک نمونهش تقریبا هم چند وقت پیش است ولی نام و جیم رو نمیگیرم من خواه ما رفتیم دو جیم با یکی از دوستا بودیم فقط گرمکاری کردیم یعنی یک تمرین بسیار مختصر تمرین بسیار مختصر کردیم و چون که من برای مسابقه آمدم ایشون بعد در حالت من فیگورا رو با خودم تمرین میکردم پیران رو نکشته بودم با اون بولیز بولیزم بسیار کلان هم تو آزاد بود یک وقت حس کردم که اصلا همه جو کلاب عوض شده همه کلگی توجه سینما هست کیهان با ما بود و اونجا بود که یک دفعه کیهان گفت پدر جان گفتم چیه گفت یا کلگیش گفت وزنه داده دیست شست گفت تمرین میکنه سن تو سعی میکنه و سر دیسپای خود نندازه وزنه را و ما قرار بود که اونجا تمرین بکنیم
یعنی این مدت ما تمرینای ما پیش ببرم تا وقت مسابقات را. حتی با هنرش هم میشیشتون گپ زدم. ولی متاسفانه فردایش برام زنگ آمد که بسیارم تو سرد، بسیارم تو یک حالت خشک از من عذر من رو خواستن، گفتن شما دیگه در جیم نیایی. آها. و من بسیار اونجا لبخند زدم و پشت تلفن ازشان تشکری کردم، گفتم تشکر از حمایتتان از ورزشکارا، از قهرمانا و تشکر از احساستان نسبت به یک ورزشکار، و گفتم تشکر از اینکه به هر حال لطف کردین، محبتتان نسبت به ما نشان دادین. بسیار خوب استاد، چی میگن؟ من بسیار خوبه، بخاطر گفتم که ماشاءالله حوصله‌مند بودین، ولی اگر من میبودم واقعا حوصله نشان نمیدادم، ولی ورزشکارا واقعا حوصله‌مند است. استاد یک چند فیگور ما رو میاد میتی که بازال خلاصرت چلیج داره. کجاست نصرت بچه ها؟ گرمکاری و نرمکاری هم کرده. خب استاد ایجا بیاییم دمی قسمت؟ ها دمی قسمت. خب من باید چی کنم؟ کلزی نمیشه نه؟ خب خیلی استاد چه این استاد که ما روحیه بگیریم چی بریم؟ دلتان نگه ما از پشتان میریم ببینیم چی میتونیم. نه ایره قمیشه خب من همیتون ماشاءالله ماشاءالله استاد نازم جان بیخی از حرکت های مرغی میبینی. آه از من همه شهیده خمی اکتا او استاد هم ازی بدگر خواه تمام شد استاد؟ خواه نازم جان افتخار استاد ماشاءالله واقعا میزی به مو استاد که گفتن آقای عضلات و میزی به مو استاد اینال استاد نازم جان پیش میشن چی میگه؟ اینا را خودت فیگور برو یک چند تا برو استاد برو دیگه دیگه همه ترش کدی محصد جاد فشار نندازی که استاغانایت میدنه شن بگی بالا بگی بالا بالا بگی چی از که کشیدی؟ نیستا دیدی؟ سعی که از خودش بر آمده خب؟ من خب قدر استاد تمرین دارم نه معلوم میشه اعتبار است یکم اعتبار باشه بازو یا هست بر صورت بیا نه نکره کیهان کیهان و کیهان میره استاد اول یاد اول یاد چلنج بده بیا کیهان کیهان میره هی جردی تو شما برو ما استاد چلنج نه شما تو اول گفتم که اول بچه مرا شکست بده کیهان کیهان نازم شکست بشید استاد کیهان کیهان میره برو که تو استاد چلنج نه کیهان کیهان نام تن برو یک دو حرکت کر کیهان کدام حرکت کنیم؟ کشی حالا کدام کیهان با تشویق کنیم؟ کیهان خورد کیهان استاد از این کده خوب هستم نه؟ کیهان خورد کیهان پکانه او ببخشید کدام حرکت بریم؟ به این طرف استاد شد؟ صحیح استاد این رقم بریم بیا نزدیک نزدیک این رقم بریم شما خیلی حساب کنین فضای خودمالی و یک فضای بسار صحیح؟ آه برو حساب بگیر احتیاط کن شکمت سیر است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت تو میخوانه نبینه تا خدا نکره سرت سرت بالا بگی سیال شریک خل نده کنه 12 13 14 15 واو کیهان خورد کیهان خورد 18 کیهان خورد 20 ماشاءالله یک دو سه چهار پنج شش وقت تقبل کردی استاد وزن از کم است 10 بس 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 افتخار کیهان خوبه عالیه کیهان خورد استاد چه جای نره استاد چه جای نره بیا من میزم یال باخت خود قبول کنه نه نازم جان پشت نمیره من پلانک نگاه کنم پلانک نگاه کنم تو فقط خدا نگاه کن است پلانک چی فقط خدا نگاه کن برو اگر دمی قسمت پلانک میرسه دست که کمر میگیری ایره قبول نداری بیا بایتاک استاد چطور کار پاتلون این رقم پاتلون بای تک نمیشه بیا که هان جان کرازی پاتلون میشه میشه بیا نمیشه نمیشه خب قبول کرد باخت استاد قبول من قبول دارم بیا که هان جان خودت بردی مرم دستک تبت این می دست کیهان بالا امی برنده دوم شدم نه بله دوم شدی نسجان پوکانر نسجان کیهان نسجان پوکانر کیهان جان خورد رقابت کردن خیلی جالب
صحیح است. که آنجا همیشه تمرین میکنم. من استاد تقریبا 8 سال پیش تمرین کرده بودم. خواستم که یک کم فضا متفاوت تر شه استاد. و آرزو دارم که از لذت برده باشین. ما کم به برنامه را برنامه گپ نو قسم است که خدای نکرده سوء تفاهم نشه. ما کوشش کردیم که برنامه را شما اس کنین که شما داخل استودیو هستین، ما مهمان خانه های شما هستیم. برنامه خودمانی، یعنی یک فاصله بین من و شما وجود نداشته باشه و یک برنامه خودمانی باشه. اینم تو به می دلیلم خواستیم که کمک ورزش بکنیم و دیدی که نصرجان کیهان چی خوب خدا عزیزا رشخند کرد. او ببخشید استاد لگپی اینجاست که ما خود اقل جرات چلنج دادن داشتم. جرات کردی بسیار بسیار عیب است. یک چلنج هم دادم. خب ما گپی بود که ما استاد چلنج داده بودم. خب به هر صورت ما از این خاطر کم رفتم که کیهان جان طفل است. خرسند هستم انگیزیش از بین نره. لطف کردی، حال خیر باشه. خرسند هستم از حضورتان استاد. کیهان جان هم موفق باشن ان شاءالله که با دستاورد بر بگردین و بعد از رقابت ها هم شما را در برنامه داشته باشیم. حالا از اونایی که میبینن پیام شما رو میداشته باشیم و گفتنی شما رو من باید از چی پرهیز بکنم و نصرت هم این دوتا رو میگیم باز این دوتا رو بگم بعد پیام خواهم آه بله بله شما دوتا سعی کنید که نان خوش کم مصرف کنید در وعده های مختلف غذا بخورید، غذای سالم بخورید، نوشابه باب مصرف نکنید و یک مقدار کمی هم ورزش کنید. ورزش کنین. من اصلا صبح دوش میکنم. خب گرگم یک جای میکشم دیگه میدوام، ولی او خود دیگه ورزش نیست. دوش نمیکنه، قرضارا میدوانش. آه ولی استاد من فقط انرژی زیاد استفاده میکنم به این منکر نیستم. انرژی او برنامه رو که شما ثبت کرده بودیم بسیار زیاد بین می خاطر ثبت کرده بودیم نه که به خاطر موضوع انرژی بود. ولی نصرت آدم زحمتکش است که اونه بخیر انام امو رقم برعکس، یعنی اینمیال اگر نصرت ببینین فکس عدد در رو میبینین استاد. استاد فقط یک برنامه ورزشی برای ما بتین. یک؟ باسه استاد یک برنامه ورزشی برای ما بتین انشالله برنامه بعدی که آمدین باز تفاوت عیس میکنیم. انشالله بخیر ما در خدمت هم پیام تو رو میداشته باشیم استاد وقت پیام داشته باشیم و گپای دیگه هم ادامه خود داشت. پیام ما به یک تشکری خاص است. کسایی است که مرا تشویق کردن در وقت حساس که هم من دایت هستم هم رژیم بسیار سخت است 100% که میشه تشویق کردن، همکاری کردن، هم مادی هم معنوی کمک کردن مرا، مخصوصا کربلای زائر که اسپانسر ما شده و مخارج مرا تا به امروز داده و بسیار دریادل است و زحمت کشیده. من ازش تشکری خاص دارم و بازم تشکری میکنم از کسایی که با ما حسادت کردن، بخل کردن، حتی با ما برخورد درست نکردن، باعث از این شدن که مثلا ما یک چند روزی حتی مثلا از یک حالت فکری ما مخشوش شوه. از اونا هم تشکر میکنم. چرا؟ به این خاطر از اونا تشکر میکنم که رفتار اونا باعث شده که ما برای رسیدن به هدفم، برای پیروز شدن بیشتر بجنگم و اراده ام قوی تر شود. چرا؟ چون که این مقامی که من میخوام برم بیارم اگه در افغانستان می بود در سطح ملی هیچ مشکل نبودی، میشه شخصی. بله. ولی وقتی که من خارج از این مرز و بوم میرم نماینده یک ملت هستم. دقیقاً. من یک افغانستانی هستم. به نام کشور افغانستان میرم. پس بنابراین دعای تمام ملت افغانستان میخوایم و ما را از دعای خودشان دور نداشته باشن. انشالله که بوده سپر بیم. انشالله استاد، انشالله واقعا دل استاد پر است. عزیزا ورزشکارای ما نیاز به حمایت شما دارن. استاد یکی از قهرمانایی هستن که ببینین که با مو قدرت که دارن، ولی قلب وقتی که آزرده میشه ما شما نیاز داریم که باید همدیگر بپذیریم، همدیگر حمایت بکنیم. استاد نزد ما قهرمان هستین، نزد هموطنان ما قهرمان هستین. به او چهار نفره که خدای نکرده شما را کدام آزرده ساخته باشن دیگه فکر بکنم هیچ چیز نخواد شوه. انشالله با دست پر باش که خدای نکرده کیهان جان و
برادرش ناراحت نشه، نیک گریه نکنه. استاد که از قهرمان است، افتخار ما است. به همین دلیل هم در این برنامه ما داشته میشونه. استاد همیشه موفق باشین. ما میخوایم پیش از پیش شما رو در آغوش بکشیم و وقفه بگیریم. سلامت باشین. از اینکه لطف کردین با می حالت هم که رژی هم داشتین 100 درصد دعوت برنامه رو پذیرفتین. خیلی خوش آمدین استاد. براتون موفقیت خواهان هستم. همچنین. برای ما عزیز هستین استاد. خیلی خوش آمدین. بخیر باشین. استاد همیشه موفق بودین. انشالله موفق میباشین. بخیر باشین. لطف کردین. عزیزا وقفه کوتاه می داشته باشیم، برمیگردیم و در ادامه برنامه گپ و نو با گپ های خیلی جدید و موضوعات جدید با شما خواهد بودیم. ورزشکارایتان حمایت بکنین، در کنارش همه هموطنای عزیز ما که نیاز به حمایتتان داره. تشویق شما نمیگیم که از لحاظ مالی، تشویق شما همه چیز است. وقفه می داشته باشیم. خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه و در ادامه برنامه دیگه خدمت شما هستیم. این موقعیت که قرار میگیرم یک موقعیت که خیلی جالب، چون همکارای بسیار دوست داشتنیم میای کنار ما و قرار است روی بخش هایی که در برنامه گپ نو دارن صحبت بکنن و همچنان یکان گیمک ها داشته باشن. آسم صاحب خوش آمدی. قربانت، تشکر و سلامت. چی گپ هست؟ بخیر باشی. کجا بودی تو؟ خیرت؟ چون بخشش بخش میدان بیاست، اما تو خدا باید آماده باشی همیشه. اما تو میدان و این بار ما که آمدیم آماده هستم دیگه. ما شما به این برنامه تصمیم داریم که کم کم یکم ورزشک های ثقیل بریم. خواه آسم صاحب در بخش میدان بیا با ما همیشه هست و امشب هم آماده. سلام و عرض ادب خدمت همه هموطنای عزیز و گل و دوست داشتنی که همیشه برنامه رو تعقیب میکنن، نظریات نیک خدا با ما شریک ساختن. ما خب بیشتر در سوشل میدیا کم و بیش همکاری دارم و در گپ نو بگویم که اشتباه نشنی بخش میدان بیام با نازم جان و نصرت جان همکار هستیم دوستا. و میدان بیا بخش از دیگه که اگر همیشه تعقیب کرده باشین، دو عزیز ما که با هم چالش دارن یا چالش میدن. این بار ما دو جوان بسیار هم تو کاکا و امروز تو رفیقا، امروز خودت ما را چلنج میدی یا ما خودت؟ نه امروز تصمیم گرفتیم، گفتیم همینجا همراه همکارا یک قرصه میکنیم. صحیح که نان قرصه خوام ما را اهل قرصه نیستم. نیست یادم نرا نشد دیگه. نشد تو خودت چلنج نیست. چلنج نیست. ما یک چلنج، ما یک خودت یک رقم بیخی فکر میکنم که در کابل نبودی. چرا؟ یک رقم ما جهل قرصه نیستم. خود دیگه دمو جایی که ما بودیم بچا قرصه نمیکردن. وقتی چی میکردن؟ وقتی ما شما قرصه میکنین این وایس کلا نیم پای دلا میدم. ها این رقمی یا پاب جی بود و ماشم کلش بود و اینا نه چیزا بود. نه خودت دیگه نه 12 ساله شدی. بله چی میارم روز مقبول جور کردی. مویا دیگه میفهمی که ما گفتم پیشتر که سه مرتبه ما اوچربک کردم بالاخره باز ما نوبتت نمیرسید. تا که ببخشای دیگه رو ثبت کنیم واسه خاطر بذات میخوایم. یک بخش دیگه هم گفتم جور کنیم به خاطر نصرت جان. چطور؟ به نام تق منکر. اما عزیزای ما که از یک چیز دیگه منکر میشن. مثلا اینالا دیگه چیز فکر میکنم. اینالا کم واضح تر. خیره نه کم واضح تر. تق منکر؟ نه نه کم واضح تر. خیره. اینالا میشه خود. با ما حال شد. باز ما براتون قصه میکنم. نه نه ما براتون قصه میکنم. میریم به طرف گیم. دوستان انتظار نمارد. بیننده‌اش فکر کنه. با بیننده‌ای خود صادق هستیم. خب یعنی من گفتم برای نصرت جان صحبت کنی، گفتم خودت تق منکر شدی. خب یک گپک شده بود بازو نصرت. خب گپ دیروز هم میگی. مال عزیز جان نیستم. بازیانه تق منکر. خب خیر. خودت نشدی تق منکر، مگه می تق منکر. بعضی شده فراموش میشه. نه فراموش. این خب پذیرفت که فراموش شده. شوخی میکنه مقصد نصرت جان. بخیر باشین. عزیز گیم بازی کن. بخش میدان بیاست و پیش از اینکه ما بریم پکیج میدان بیا رو ببینیم، اینجا قرار است یک رقابت خیلی جانانه میان ای سه درست است. کامری لانگ ببینید میدان بیا گیمش مربوط به من میشه و امروز آسم جان یک دفعه تو کو زلفت پایین اومدم تا کو زلفت تو پریشان است، من نیست پریشانم. این استایل کشتیگک برات حالا گفتم کشتیام تایتانیک دایرکتور برنامه صدا میکنه که برای کامری لانگ باز ما یک خاطره یک همکار حال غیبتش نشه، ولی حتما در یک برنامه می داشته باشیم. ما برنامه رو پرودیوس میکردم، برش در تاک بک صدا کردم که وقتی که وقفه میری بیا بکرین خدا وقفه رو بکرین وقفه رو یک کمی کرن شاید کرن آمد به طرفش همکار رو که چی بگه خواه یک وقفه کتا با بی کرنگ کرنگ
یک دقیقه هم خیام خندکت خیام جان خدا بود لیلی خیام جان مسئله جالب خاطر جالب بود خیام بود خیام جان میال جلزدگی قسم تو بودی خیام جان امو یک کمره مخفی هفته گذشته رفته بودن بسیار جالب بود که نفرم میگه قصه شبان نگه قصه شبان افشا نکو افشا نکو مقصد نشه شده لط میخورم مقصد خب امی چلنج امی اینجا چلنج بایتک بریم سعیس نه نه چلنج بایتک نمیریم دوستا ای رقمی؟ ای رقمی خود در منطقه تان بود در مکتب استاد شدی؟ نه این بود که یک پای مثلا فکر که استاد شدیه ما در رقم استاد میشم نه هیچ مشکل نیست چه رقمی؟ نه بزرگام هم کارای ما رقمی استاد میشت اگه یاد باشه اینا رو کتی یک پای استاد شد کتی زمین یک پای استاد وای تک نه تو خونه میشه اوگار میکنیم خدا نه بر صورت ببینیم که کی زیاد استاد کی زیاد در پیش سر تخته استاد شده سر تخته ما شکر اول نبودم نمیشدم ما آخر نمره بودم ما در سنف نمیشدم یک قسم پای تا در پایت نچسبن خودت اول نمره بودی استاد نمیشه ما آخر نمره بودم در صنف نبودی در صنف نبودی یا زیر بیرون نصرت جان بابا جان نصرت خب 3 2 1 بگو شروع خیلی باش امیر ما تشریح کنم به این شکل میریم من این دفعه میرم این رقم مگم بایتاگ نمیری این پایتا کم کی رقم خام میه خب صحیح صحیح خیر برو آماده بخیر برو برو زودتر یا کم چلنج زیاد شوه چلنج زیاد شوه برو 3 2 1 1 ما والا یگان شاگردای بیچاره را یک لنگه استاد میکنم زیاد سخت والا این چه جالب مانده شده اینجا معلوم میشه کی صحبکی ورزش میکنه اینجا معلوم میشه کی صحبکی ورزش میکنه نه ما که هستی بوتم تو برازی کار ساخته نشو بوتای کوری بلند اما تو میباشم نازم جان من بوتکای براقت خوب مقبول است خوشت آمد این خوشت آمد نموشه دیشه ها روسی رفته بودی؟ آها از شام اگه بمشه رفته بودی؟ اگه پا آه نه پای خودم تبدیل کرد بافته نفر بافته یکی خود سایی که چند گرد آسم جان یکی خود پای خود قاط نکرده بود و یکی موتوی چه فکر مانه فقط خیرم جایزه را برا من بتی برای زینه کنی میکرد بیا برس جایزه را سخت است عرق میکنه می آه شما چون برنامه ثبت نکنید زیاد خسته میشین مزاحمتون نمیشه میریم بخش میدان بیا رو میبینیم که دو برادرها با هم بسیار یک رقابت جالب داشتن موتورسیکل رانی داشتن ایجا ایجا دمیشات کرنگ خود دمیشات کرنگ کرنگ منظورتون دیگه نه اینا دالینگ میگن دو برادرها که با هم رقابت داشتن موتورسیکل رانی کردن شما ببینید دوستا واقعا خیلی دیدنی و جالب است بله میبینیم از جا برمیگردیم و در ادامه برنامه همچنان گپ نو را فراموش نکنید شروع میکنیم 3 2 1 خوب بود بد نه ادریزیان چطور بود بیا روی یک تدور بده چطور بود خوب بود دیگه به نظرت حالا نمایش ادریزیان رو میبینیم بیا ادریزیان خودت یک بار خودت رو امتحان کن بیا این طرف رشید جان تو دمی دور آخر نتیجه خوب نگرفتی یکی دو چهار تا شد چک چک کنیم برای زمی جوان بیا 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 تو خودت خود تنبلی کدی این طرف بیا لالا بکم خودت این طرف بیا دوری آخر دیگه این طرف بیا لالا جا سرم چهر زنه دم دوری آخر خب حالا چلنج بعدی ما قسمه است که باید یک چلنج دگام داشتیم درست؟ بدست باید بریم سیست بازی خطر نداره؟ نه نداره یاد داری خودت؟ نه یادم خیلی عزیزی یک رفت آمد می داشته باشین ببینین که دوستان میتونن یا نمیتونن اول راشد جان میره درست راشد جان برو تا فعلا خود ادریس جان نسبت به راشد جان خوب تر از بوتلای هوا بگیره دو دفعه رفت آمد میکنین درست این از اینجا تا اون اواخر مانعی که هست دو دفعه رفت آمد میکنین هر کس که دفعه آخر بیشتر آمد اون برنده است صحیح درست است؟ صحیح خب من شما شماره سه برعکس میخونم 3 2 1 1
بیا بیا بیا. امید تفلک ها رو اون طرف استاد کنین. بیا 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 بیا. آماده هستین؟ 3, 2, 1. خب یک مرتبه بار دوم میرین. بار دوم 2, 1. بیاین کال خدای ناخواسته خود اوگار نکنه. خدا نگنیست احتیاط کنید. خسته نباشین. تقریبا مساویانه پیش رفتین. متشکلکاتون استاد کنین بیاین. خب دوستا باش خدای ناخواسته و اینا کدوم مشکل پیش نشه. ما ترسیدیم دیگه. اردوگکتون نام خدا لایق بوده. اینال از طرف برنامه ما خوب اما تو یک جوس مزدار خدمتانی ها یک انرژی مزدار تقدیم میکنیم. درسته تشکر. و امی مصارف رفت آمد تان هم نیتیم شما یک کاری نگه پنه سلالا. چطور است؟ خسته نباشی؟ نه جور خودت هم نام خدا خوب لایق هستی. قربانتون تشکر. وقت خوش داشته باشین. سلامت دوستای عزیز، بخش میدان بود که از ساحه پل آرتر خدمت شما تقدیم کردیم. هوا هم خوب گرم است. کوشش کنین که در این شب روز زیادی احتیاط کنین. خدا نخواسته مریض بشین. خدا نگهدار. از رسیدیم به پایان برنامه و آرزو دارم تا این دم برنامه گپ نو مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ما تلاش خود کردیم. رضایت شما مهمتر از همه چیز است و ای که ما بتونیم رضایت شما را حاصل بکنیم اینمی یگانه آرزوی ماست. و اگر شما عزیزان میخواین که ما بتونیم رضایت شما را حاصل بکنیم و برنامه تان طبق میلتان تقدیم بکنیم شما میتونین آزادانه نظر پیشنهاد انتقادتان با ما شریک بسازین. کامنت های شما را به خانش میگیریم. یک خواهر ما که کامنت گذاشته بود گلم کرده بود که کامنت ما را به خانش نگرفتین که گفته بود تعقیب صحنه برنامه ها را نشر کنین. ما در یکی از برنامه ها یادآوری کردیم. مارال بود نامش فکر کنم. نه مارال بله ما اسمتون را گرفتیم و دیگه دوستان که کامنت میگذارن حتما ان شاء الله در جریان برنامه های دیگه به خانش خود گرفتیم. تا برنامه های بعدی که باز هم خدمت شما حاضر میشیم فراموشم نشه که باز هم چنل یوتیوب در موردش نصر جان برتون میگم. تاسو کولای شئ د آریانا تلویزیون صفحې ته لاړ شئ. البته په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ او هلته بل بټن هغه زنګو لګک دغه ته فشار ورکړئ تر څو هغه خپرونې چې هلته اپلوډ کیږي تاسو ته نه خبر شئ او هغه خپرونې وګورئ. تر بیا او بلې خپرونې الله مو مرسي. بله وخت شما بخیر. الله نگهدارتان.